من ساعت ندارم، درست اومدیم؟ آره، سر هشته، درست اومدیم. چرا دیر کردم؟ این مرد آقا علکی خوب داره زندگی میکنه، نقشه رو جور میکنه، خودش و میسه. اگه پولی باشه گیر اون میاد، اگه زندونه که گیر ما. دزدی رو رهبری میکنه، خیالش امریکاست. حالا خوب رضا موتوری عباس قرازه هستن. راستی چند وقت رضا موتوری عباس قرازه خودشونو زدن به دیوونه؟ دو ماهه. دو ماه بعد دزدی میمونن اون تو، که دیگه هیچکی بهشون شک نکنه. سابقه دارن؟ مثل این که هی، نگاه کن، اومدم. عباس قرازه جون، ردای موتوره اینجا. امنه امنه، بی بلا. باید دستمون بگه. بده من دستم. یواش من بمیرم، یواش. سینم زایه شست. به جون آمبولانس هم اومد عباس. بپا پای منی؟ تو نمیری دوره. دور کدوم مرد، خجالت بکن. اول تو بپر، اول تو بپر. خیلی خوب، من میترسم. خیلی خوب، مواظب باش. یواش، یواش. بپر، من میترسم. میترسم چند تال ما چند بیفایی. پا پا بگیر. خیلی خوب، بده من. بگی پا ما رده جون. یواش جون من. آی سر زبانه که ما بفهمن کشتی منو جو داری با با جون موترم بپا بلا برو آقای راننده. شما شل با با اخجور رسیدم به خیر اخجور برمانت برم الهی چه خوب شد اینه آوردینش. بیرم چایی باست اونجا بشین. نیم ساعت دیگه فکر کردیم شاید موتور به دردت بخوره. آره یه دفعه تمرتون درست فکر کردیم. بنا رسی مدره که خوش کن. دیشب مرافع را انداخت گرفتنه. به من یواشی که رسوم ما خودمون امشب عمل کنیم. اوزار رو جور کرده. تمشک عباس فهمید چه دوشو؟ پولیش مال آقا شد، حبسش مال ما. خوبه؟ جون رضا زرنگه میکنه. چی گفتم؟ جون من یه دقیقه پیش چی گفتم؟ این همین فرمایشاتو کردم. این همینو گفتم ده. اما همه کارا رو جور کرده. حساب داری خلوت با؟ آره؟ آمد الکی ترتیبش داده. گبه پوشته خوبه جبولاتی ها خودمون الله رزا را سفت خریدیم. از اون بهتر گرتون ای من. پس لباسه من کو رفتیم در خونه ات ننت ندا. لباسه همینه که بابام از دستش دق کرد. خب حالا من با اینا چجری برم دازه؟ قربون اون ننت بره بینیم دست کلیده را آورده یا نه. آره اینا هاش. خوبه یکی از خوب خوباشو سوا کن. مگه مایی سپیده؟ ساکو بده، ساکو بده بسه. خیلی هشت نیم سر دیگه باش کلی عشق میکنی. خب منم با این لباس عشق میکنم. برا تو بدتر از من. دست شما در نکنه. چه خبر؟ امنه؟ گامو زایده. چه؟ کارگر شبکاری میکنه. بفرما. نه اینه دیگه.
اینم نقشه مهد غلکه تو. اینقدر داد نزد تو به همه؟ رضا جان موتورکار ساده اینی دوزی احساب منم ضعیفه. من از تو بهتره بذار ببینم چه خاکی تو سرمون بریزیم آخه. خیلی خب ببین منم بهتره. جون شما بهتره. تو شلوغی بهتر میتونیم یه همتی بکنیم و صندوق ببریم بیرون اره؟ راست میگه. شما که نهان از شلوغی بترسیم. رسی. خیلی خوب، فهمیدی؟ من دیگه میرم، چشتون به من باشه. تو اشاره کردم و جلد بیم تو، فهمیدی؟ اگه خبری هم شد جانمونی، هر کی یه بری داره شیر فهم شد؟ معلومه دیگه. آخه اینا خنگه. برو باش با کی اومدیم دوزد. حواستون اینجا باشه. من آروم میرم طرف کارخونه. چشتون به من باشه. گفتم بیاین بیاین. حساب داری وسط کارخونه. آره چرا قبل. خیلی خوب. من اول میام یه دیدی دیگه اون پشت بزنم. عباس تو اول بیا. چی؟ عباس تو اول بیا. دوستتان هوای منو داشته باشه. شوخی شوخی داریم بریم طرف صندوق. آره پچه خیال کردیم. اینا خیال میکنن خیلی زرنگه. اون دفعه مال به اون خوبری زدیم. معدله که گفت مال گیر کرد. این دفعه واسه ما چوری حلاله. یریز نشسته تو دوچرخه سازی و فرمان میده. این ماییم که واسه اینکه بهمون شک نکنن. دو ما این بره دازی و دو ما اون بره دازی. خودمونو باز بزنیم به دیمونه بازی. باشه عوضش این دازی آخری. بعدش بازم میرم فیلم برای سینما رو. ما چه راستی؟ کوچ. اومدم. یه لفتش نداریم بیا تو بینم یباش یباش هنگاه تو نمیدن روز یه وقت چکی نیادش یباش یباش حالت نجه یباش آرام رضا جان بپا بپا حالا حتما حقوق کارگرا توشن من آقا علکی فکر همه چیش گرم آره خیلی خود دست کاشی بیارش چلو دیگه
باشه. برش کردون، برش کردون، برش کردون دیگه. دهنتو بگی، در دهنتو بگی، آبرومونو بردی. یواش یواش. بخش فرست به شما وسط کوره ها رد شدیم. نمیری عباس خورز اگه دست کارگرا به ما رسیده بودا قیم قیمه مو میکردن چیل داره بده بینی می
اگه در این صندوق باز باشه پول در میشیم، پول در میشیم. حالا اگه درش وا کنیم و هیچی پیش نباشه چی؟ یک معدلکی بسازم. انقدر نفوذ بعد نزن ببینم چی زودتر باز میشه. مثل اینکه این یکی باز بشه. این که توش نمیره با، اینم که توش نمیره با، اینم کنیز گنده تا نمیره ولش کماره بکاره. این یکی حتما واسه منه. چه گنده است؟ باشه دیگه سگ بستم. همینجوری تو شهر بگردم. آره همینجوری آجیر بکش و تو شهر بگرد. اگه جلوتو گرفتم بگو اون تو دارن میزاین. آره باشو جونم من. دیدی بدونیم یکی بدونیم بیا این کچوره همه پانش کن اینو یک دیگه اینو بگیر این دیگه خودشه خود خودشه نره آره بازش کن همه شو رزید کن جیون برو برو اینا همش پول هست آره دیگه جون پل خور پل خور پل خور داره عشقه این پل خورده تو دونه خونه به درد هم میخوره آره حتما هم به درد هم میخوره ببینه من چیکارش بکنم این دفعه دیگه من خودم پولا رو قایم میکنم تو برو کارا رو جفت جور کن تا من برگردم تو نمیری میدونم تو به من کلک نمیزنی بیا قلا بگی تو من دیپار برم بالا موتورم خاموشش به سر صداش معلومه دیپار بیا دیگه یالا پاتو بزنی یا رد جا خوب دید بزن شلوغ نکن شلوغ نکن کلام 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 بگی برو کی میای موتور جان دم دمای تو
تو باید با اون عروسی بکنی. اون نجیبه، تحصیل کرده و نویسنده است، دانشمند، فاضل، صاحب دله. میفهمی دختر صاحب دله؟ این روزا بهش میگن انتلکتوه. اون بیبوته است، زندگی هر دومون خراب میشه. تا 20 سالگی بند کفشش مادر جونش میبسته. اون اصلا بلد نیست با یه دختر چطوری باید صحبت کنه. منم بابا جوونم، میخوام حرفای قشنگ در گوشم زده بشه. چون شما همیشه تخت نرد و عرش میبرین، باید کنارتون باشه. چون با هم هم منقلین، میخواین اونو ببندین به ناف من؟ چی میگی دختر؟ آره دیگه، با هم قرنه ای میزنی. خوب میشه بابا، خودت یواش یواش راش بنداز. اون پسر خوبیه. نه پدر من، عزیز من، اون جنس نیست. خیلی هم جنسه. چیه؟ چه خبرتونه؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ مستخدم ها متوجه میشه. بیا، اینم جنس گامبای من. به شما میگم، اون بی بوته است. دخترم بی خود اعتراض نکن که اون بی بوته است و از این حرفا. همه این خجالتاش میریزه. اون وقت یه روزی میرسه که از دستش آروم و قرار نداری. این اولای بابا. روته برم زن. من از شکل قیافه اون بعدم نمیاد. اما امان از خروس بی بوته. مامان تو که خوب میدونی من چی میگم. صبح ناشتا وادارش کن یه خورده با دمبل کار کنه دخترم. فقط همین یه عیب کم داره. حالا این دفعه تو وادارش کن یه خورده به تو فکر کنه. ببرش تو باغ قدم بزنید. حرفای عاشقانه بزن. پسرمو دخترمو بازی کن. دیگه باید فاتحه داستان نویسی رو خون. تو این چند سال گذشته فقط یکی دو تا قصه خوب داشتم، فقط همین. میگم چقدر هوا خوبه. دوست دارم همیشه همین فصل بمونه. آدم خود به خود عاشق میشه. بله بله، انسان سر ذوق میاد. بله، دارم روز زندگی دیوانه ها کار میکنم. میخوام برم تو دنیای اونها و عین اونها بشم. برای تکمیل کردن کتابم این اتود واقعا لازمه. میدونی خیلی دلم میخواد برم قاطیشون که عین اونها بشم. متوجه منظورم میشی؟ اوه نه. بیا یه خورده بدویم. بدویم 100 متر یا 200 متر؟ اینقدر شوخی نکن. من یه دخترم، حس دارم. با من مثل یه احمق رفتار نکن. تو دختری من نمیدونستم؟ خودتو به اون رو نزن. خب چشی؟ یه خورده از این ریخت در بیا و فکر منو بکن. آخه ناسلامتی ما نامزدی. مگه نامزدا چه ریختیم؟ هر ریختی باشم ریخت تو نیستم. مثلا من چه ریختیم؟ روشن فکرم، بیوقدم، تصور چیزای باطلم ندارم. تو حالا عین دخترش سر به هوای کافتریایی از من عشق رمانتیک میخوای؟ من که نیستم. آخه تو چقدر حرف از این تئاتر و نویسندگی و نقاشی میزنی؟ تو همش میخوای به اون چیزایی که خودت بهشون فکر میکنی اهمیت بدی. یه خوردم به چیزای دیگه فکر کن، چیزای قشنگتر. خانم جان، من نمیتونم لوای این درختو دنبالت کنم و تو چمن دراز بکشم و علف بجوم و عکسای رنگی بگیرم عین سیسته بدر. من میدونم تو چی میخوای. تو عشق پیتون پلیسی میخوای که من نیستم. تو یه کله پو که بی احساسی. من میخوام به تو یاد بدم که تو زندگی چیزای دیگه هم هست که لازمه یه زندگیه. بیچاره یه فلک زده. تو یه روشن فکر ادایی هستی. یه روشن فکر ادایی که فقط با اسم دیگه زندگی میکنه. تو اگه یه خورده حرارت و نشاط جوونی داشته باشی من زودی عاشقت میشم. اما تو آدم عوضی هم هست نداری. حرارت نداری. لازم ندارم. با اون اینکه هم عاشق خیال میکنی که هستی. بیشتر حرفای قلاقه یاد بگیری که باشی پوز بدی. او به تو هم میگن تو یه مرغی. یه مرغ عینکی. جلوی دخترتون رو بگیر، جلوشو بگیر. داره با حرفاش به من تجاوز میکنه، به من توهین داره میکنه. کی به تو گفت اصلا با فرق خواهد بری؟ خودت گفتی. مگه نگفتی دست سر گوشش بکشم؟ من دست سر مرغ بکشم خروس میشه، ولی این از من فرار میکنه. شنیدی چی گفت؟ دست سر مرغ بکشه خروس میشه. خاک بر سر اون مرغ. دیگه چجوری میشه اطمینان کرد؟ راستی قرار بود من فردا برم دیوونه خونه. ببینم شما اجازه گرفتید که من یک روز برم قاطی اونها بشم؟ آره، ولی رئیس اونجا گفت تو با این لباس حتی یه روزم نمیتونی میونه دیوونه ها بگذرونی. تو باید لباس اونا رو بپوشی تا اونا تو رو از خودشون بدونن و باهات درد دل بکنن. به مباشر و رانندم گفتن فردا صبح تو رو برسونن. بسیار خوب، بسیار خوب. مرسی عمو جان، تو این یک روز میخوام عین اونها بشم. هر چی بیشتر مثل اونها بشم رمان جدیدم قشنگتر میشه. تا حالا هیچ کس اینجوری تجربه نکرده، درسته؟ آره عزیزم، موفق باشی. خیلی التهاب دارم، بسیار انترسانه. باید خوب روشون مطالعه کنم. مواظب باشی چشم گوشتون رو نخورن. مگه میخورن؟ اگه غفلت کنید لباساتون هم میخورن. آقا اینو نگاهش کن، شکست شده. حراج آقا جون، حراج. باره بابا خوشت بیاد. مگه جانبه داری؟ آخوشته تاردام. به سال 1984 چرچیل در یکی از نوزمان قربان، خیلی معذرت میخوام. الو تهران، جواب بده بگوشم تهران. الو تهران، خیلی خوب جواب نمیدی؟ الو رو خود جواب بده. سلام قربان.
اگه نظرتون باشه قبلا صحبت شده بود که من میخوام یک روزمو وسط بیماران شما بگذرونم. بله بله، خیلی خوشوقتم. بندم از ملاقاتتون خوشوقت شدم. خیلی خوب، کافیه دیگه. میگم بیان به شکایتت رسیدگی کنن. بله، راجع به شما به من تلفن شد. اشکالی نداره که شما تا اسقاطی اونا باشین، ولی برای اینکه اذیتتون نکنن و شما رو از خودشون بدونن باید لباس اونا رو بپوشین. بسیار خب، لطفاً بفرمایید کجا باید برم لباسمو عوض بکنم قربان. اون خانم راهنماییتون میکنه. خیلی ازتون متشکرم قربان. خانم لطفاً راهنماییشون بفرمایید. خیلی از مرحمت شما متشکرم قربان. با اجازه خواهش میکنم. در ضمن مواظب خودتون باشین. خیلی ممنونم قربان. خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم خانم. خیلی ممنونم. پس دیگه سفارش نمیکنم. سر ساعت 4. خواهش میکنم. وقت دیر نیه. من اینجا منتظرم. دوستان، امروز میخوام یه خورده بهتون درس زندگی بدم. حرفایی که میزنم نتیجه 120 سال زندگیمه. فهمیدم که زندگی همش تجربه است. تا دلتون بخواد پایین و بالا داره. یه موقع آدم میره تو خیابون دست میکنه تو جیبش، بازم میبینه هیچ پول نداره. قریب عشق را خوردم، به ساز عشق رقصیدم. بسه دیگه دختره، رب نمیخواد جام بخونی. میگم خیلی ممنونم که جای من آواز خوندی. ایشالا منم یه وقتی جای تو حرف میزنم. بیا اینم جایزت، فقط واسه اینکه جای من خیلی خوب خوندی. دوریت خوب با بدنم عد دیدگانت مریم جا قربونش برم مریم جا شکتا مریم جا دوریت خوب با بدنم عد دیدگانت مریم جا قربونش برم مریم جا شکتا مریم جا هی هی آقا پسر سلام علیکم. تو بس که وضعت خیلی بهتر از اینه دیگه است نه؟ چه؟ تا؟ بیتو پس من بیام تو. آره الان میام تو. یواشکی بیا کسی نفهمه. بچم دیگه بچه اون در همونجه بیا تو. بچم دیگه اینجا بشیم اینم. خب تعریف کن ببینم چه خبر. از کجا تعریف بکنم؟ عجای خوش دیگه. بسیار خوب فهمیدم. حال تو خوبه؟ سلام رضا جان موتری، تا چطوری؟ من خوبم. من حالم خیلی خوبه. نفهمیدم چرا به من میگی رضا جان موتری؟ خب واسه اینکه تو عاشق موتور دیگه. آره من عاشق موتوریم. آره خیلی قشنگه، سوژه انترسان و مامانه. ببینم منو برای چی آوردن به اینجا؟ خب واسه اینکه تو خیال میکنی هر دقیقه جیمز باند یا اون مرتیکه‌ای که اصلش خارجی بود و بعد به کلی خواهش زد به عربه. دارم چه میگی؟ آره تو خیال میکنی هنوزم چمه دونم این سینما با اون سینما هی فیلم میبره. فیلم میبرم؟
حالا دیگه یواش یواش خالبازی داره میاد سراغ ما. صحیح. مگه تو میدونی کی خالبازی شروع میشه؟ حالا که کسی اینجا نه چرا داره دیوانه بازی در میاره؟ من نمیفهمم تو چرا هی به من میگی رضا جان موتوری؟ بح هی تو همارا دست بنداز. یه صدام آدم این تو که دو تو کلم باید حرف بزنم. نه نه جانم تو اشتباه میکنی، من یک نویسنده هستم. هی نگاه کن، من فقط به تو میگم آمدم راجب دیوانه ها تحقیق کنم و یک رمان بنویسم. ای بلند شو بزنم چاک، مثل که راست راستی داره دیوانه میشه. باشه واسه یه وقت دیگه. خیلی خوب، باشه برای یه وقت دیگه. برحال خیلی از لطفت متشکرم. خوبی از خواهتونه. پاک خواهش زده به دیوانه بازی. رضا که اونجا؟ بایسته چونه همه مطرا ای بزه بایسته کارت داره. یه دقیقه سب کن تا من فیلمو برسونم سینما. اگر گیر بشه چراغ میخوره وسط سیاس و جرمه میشه مرگتا. نگه برم میفهمم باید کار داره. باید به حرفام گوش بده، یعنی که از روم رد شه. نفرما خاموش شو. گوش کن میگیم تو الان میتونه اینجا بره بیرون. یه یارو اومده تو تحقیقات تا نمیره اینوو تابه. بگو تو این دفعه خواهید باست میری نگاه کن. جلل خالق، پس اینوو خودمه. نکنه راست است که دیوونه شدم با. آره درست خودم هم. من نگفتم. میدونی چیه؟ حالا دیگه من رفتنه شدم بابا. وقتی که رفتنه شده پولا رو تنهای نخوری آقا. ترمز دست رو بکش. خب کجا بودیم؟ سر یارو رفتی بیرون. ایشالله مواظب باش آدم های مردلکی نبیننه. پولا رو میبری یه جای امنی و قایمشو میکنی، بعدم ننته بفرست دنبال من که بگه وارد دینمه. فهمیدی؟ آره. بعدم بهش بگو که بگه من از عهده دیوونگیش برمیام. یادت نره وا. وقتی اینجا رفتم رو هیچ کی نباس بفهمه پولم جاش امن امنه. آقا باز خورازم و نوکرشم به مولا. تنها نخوری آغرز جان. داشتیم کرک داشتیم واسه این به عدله که داره دستش کرک دادیم که همه میدارم پول این دوزی به ما میرسه. اونو بی خود خودشونو وسط ها انداخته. خب بگو تو میری کرک نمیزنم. تو میری به جون ننم. تو همه زندگی ما فقط یه تو موندی و یه ننم. بس سلام. شد تمام؟ شد تمام. پس پاشو برین. فقط باز فهمید لباساش کجاست. اونش با من زاغشم میزنم. زاغ 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 برین زاغشو بزنیم. برین. باره دیگه آقرازی جون زودتر برو کلکه بچن. از همون طرف هم برو ازش بپرس کی میانه. باشه باشه. ما رفتیم که یک موتور سواری صد تا سیره تو خیابونه بکنیم. دیگه فیلم برای تو خیابونه موقف گردش آقا شد. عباس خورازی جون موازه به خواهید باش. موازه باشی و قاطع این دیوانه ها نشه. قربون اون سیبیلای تاب دارد برم. دل نجار من نباش. برو وقت تلف نکن. برو دیگه به خودت باش. برو دیگه گوش کن. هر جو برم جاتو خالی میکنم به مولا. قربونت برم. خیلی خوب برو دیگه. ایا چه بیان تگار نصفه ما رو با یه نوع عوض بکنه. برو دیگه. یا که بیاد سیگار نصفه ما رو با یه نوع عوض بکنه. عوض بکنه. آتیش آتیش کاش چیزی بزرگتری خواسته بودم. آتیش آتیش مخواد بزن من آتیشت بزنم. بزن بحره الان آتیشت بزنم. بگه قربونه تا خیلی زرنگه. خب چه اومدی عقب من؟ بریم بریم چی پیش میاد؟ بریم بریم دیگه. ده بریم دیگه. بفرما. خدا بزاشم. به سلامت. قربونت برم. خوش آمدی. بفرما. خواهش میکنم. بفرما. 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 راستی ببینم فرخ خان خوب بود؟ راضی بودین؟ پا اسمم هم فرخه. ببینم اسم تو چیه؟ یعنی اینقدر تحت تاثیر واقع شدین؟ من مباشر املاک نامزدتونم. نکنه که راستسی شما فهمستین که افتادیم. خب یا حق بفرمایید. الو تهران،
منو ترا. خدا حافظ داشتم. خدا شفا بده ایشالا. خدا نکنه. به سال 1947 گلپری جون. بله ایگایی جون. حراجه حرام شد. بیاین حراجه. خدا حافظ داشتم. خدا حافظ داشتم. خدا دوباره برگردیده لباست تنگ میشه. خدا حافظ داشتم. خدا حافظ داشتم. خدا حافظ سلام قربان. بفرمید خواهشم. بفرمایید. بفرمایید. شما میرید نمیشه. خواهش میکنم. شما نمیشه. خواهش میکنم. شما خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید. قربان برم. کی میره یه همه راه رو؟ خان بابا، مثل که فرخ خان واقعا تو قالبه یه دیوونه فرو رفتن. من فکر میکنم این کتاب آخرشون یه شاهکار بشه. نفهمیدم. اولا پدرت در قالبه یه دیوونه فرو رفته. دوی من اگه گیجم کنی اینو ترس برم داره، همینجا پیاده میشم و دعای خودمو به دلتون میذارم و نمیام. کارم زیاد دارم. اگه خوشتون میاد، واسه سرگرمی و دستگرمی میام ببینم چه خبره. ولی فلنگو میبندم و میرم. اختیار دارین قربان، من قصدم توهین نبود. خواستم تعریف بکنم که شما چقدر به فکر کتابتون هستین. اما من به جون شما همش تو این فکرم که تو پوزامو بذارم بیرون از این هوای ملک عمومو بخور. آی ماما شما موافقی؟ اختیار داری قربان. خونه عموم هم خوبه با؟ بله قربان. گوشتون چی میگم آی ماما باشه؟ بله. از حالا به بعد باز تمام اتاقا رو یکی یکی نشونم بدی و آدم ها رو به معرفی کنی. حالیت شد یا نه؟ سیا میکنی؟ نکنه واقعا دیوونه شدی؟ دیوونه عمه مکرمتون بود که تازگی ها بیوه شدین. یک هرچی میگم بگو چشم از این بعد به معرفی کنی. باز کتابم خوبه تو ببینی. هرچی شما بفرمایید قربان. قربان نه، قربانت گردم. بله قربانت گردم. باریکلا پیر شی ایشالا. آره. سلام فرخ جون، موفق شدی؟ بگو ما باشه، نامزد بنده هست، خودشه. بازم سیاه کردین قربان. بله فرنگیز خانم نامزد شماست. وای، این بی بو بی خاصیت باز اومد. چه گفتی نامزدمه، پس شروع کنم. کجای عیزم چه دلم واسد یه عدس شده بود. ای بلایت به جانم، دوریت به خدا نتوانم. بوده بیا مرا در آغوش بگیر. ای نازک بدم، مرا در غر چشمان سیاهت، در میان قلعه سنگماران سینت، مخفی کن ای فرنگیز. خوشت آمد، دیدی ترانه بنده را کتاب امیرالسلام چاپ علمی بود. و حالا عیزم مثل اینکه من از جنگ اومدم و آخر پیلمه. بودو خودت به من برسون. خواهش میکنم در نیا. از چی در نیم سیمین اوزار؟ از تو قالب در نیا. بستنی تو قالبه عیز جون. از تو قالبه این دیوونهی که رفتی در نیا. چقدر عوض شدی. رنگ چشمات، موهات، حرکاتت. شب میریم بیرون هر جا که تو انتخاب کنی. تا وقتی که پدرت از سفر اسکاندیناوی بیاد چند روز دیگه بیشتر وقت نداریم. پس پدر این جانب در ممالک استناویه که نمیدونم کجاست. رویت شاد پدر عیزم که دیر خربانها خاکی. همه تو را به نام میشناختن. همیز محسن پشکل فروش که بعدا رو آورد به شغل شریف دزدی. اینجا مقداری یادداشت برداشتم. من نویسندم و باید رو داستانی که کار میکنم مقداری مطالعه بشه. شما چرا میگید من نویسنده نیستم؟ به خدا خیلی هم هستم. پس چرا شما من نمیفرستید برم خونه؟ ا
سلام قربان. سلام علیکم، چطوری؟ بینم بچه کجایی؟ مال بازار شهر نوا. معلومه برو برو این داشتی با ما. بله ولی گذشون دوره دیگه باز کار کرد. آره باز کار کرد. تو استراحت کن، وقت خودم میرم دل خورم میشینم یک دیگه رانندگی کنم. متشکرم قربان. اتفاقا زنم مریضه، پروش باشم خیلی بهتره. فرنگ پاش میشونم. خیلی مهربون شدیم قربان. آره بیام عقبه. تو دیگه به خودت زحمت نده، من خودم با تاکسی برمیگردم. نه بابا بی معرفتیه، برمیگردم عقبه. اینم که لامستا ماشینی کشتیه، این دیر میرم علمی چی هست. چرا حرف نمیزنی؟ خیلی گرفته ای. نه گرفته که نه. ببین من توی یه هچل افتادم. من باست راستشو به تو بگم. میدونی قضیه چیه؟ من... نه هیچی نگو. نمیخوام اصلا حرفی بزنم. من به هیچ وجه نمیخوام گرفتاری تو کارمون پیدا بشه. آخه روز به روز بدتر میشه. هرچی بیشتر تو رو ببینم بیشتر تو کرک افتادم. اول فکر میکردم به همین آسونی هست. گفتم خب یه کاریش میکنم. اما تو خیلی خوب. اما تو این وسط من گیر کردم. میخوای اصلا من نرم سلمانی با هم باشیم؟ نه من یخت کار دارم، بعد دو ساعت میام دنباله. باشه؟ باشه. او کرده همین بغل نگردار، همین سلمانی منه. دو ساعت دیگه بیا دنباله. خیلی خوب. مرسی. السلام. ننه و باشی شو عبدالعظیم صد تو سیر میبرم. مسافره رو باش آرزا بجام بجام. فوزیه پنج دار، فوزیه پنج دار. نگرده یوشتر بابا مهربون تر بشین و آجاش بشین. آقا جان من دیوانه نیستم. سلام باشی بافرین. سلامت باشی پسر. بافرین قربونت هم موازه باش تا میرم برگردم بچه ها روش نرم باشه. چش چش ازش بر نداری یه وقت بافرین. باشه قربونت برم. سلامت. بسای گیری دوام تو بگیش.
مهد آقا علکی رضا بود، به علاقا کابچین رضا بود. اکبر کجاد میسوزه؟ رنگ و روغنی حالیش بود. نالتی پولا رو رفته آورده بیرون، نگاه کن چه سر و وضعی به هم زده. مثل که یادش رفته ما هم بودیم. به من میگم محمد علکی. نظر سیگاری. حالا دیگه به ما هم چلک میزنه. ما رو بگو که به همون قول داده بود یه دکونه دونبش واسمون باه کنه. جون همتون زیر این بازارچه بمب منفجر میکنه. همه گی زاغشو بزنین. حتما میره خونه ننش که تیتیش مامانیاش نشونش بده. بیاین. کدوم سراخی ننه؟ بایتی ننه؟ ننه! ایفا رزا جیگرتو برم نو کرتم طرف من ندو یا؟ اول بگو ببینم اون لباس قرتی که تنته رو ناچاری پوشته یا خودت خواستی آلا پلنگی بشی؟ نکنه راستاسی دیوونه شدی؟ نه نه این لباس علکی واسط میگم کی به روزم اومد؟ خب حال خواهی چطوری؟ یه لطفی به این آقا رزاد بکنی یه موها چی بهش بده؟ میدونم همش کلک بود. خودت شیرین زدی بودی به دیوونه بازیا. واسه همین من یه دفعه اومدم ملاقاتت. قربونت تو ننه چیز فهم اقلا یه دوت کلشینی واسه من عباس خورازی میوردی نمیشد. خواستم بیارم اما نشد. رفتم تو قنادی اما خوشحال بیرون نیومدم. روشنم کن. قنادی شیش چشمی مواظبم بود. چیزی لای چادر حالیم نشه. فقط قنادی معیست کرد. آره ننه این روزا دزدی هم دیگه خیلی سخت شده. منو بگو که جز اون موتور دیگه هیچ رفیقی ندارم. فقط همین یک کار بلدم. موتور سواری. گاز بدم. جز دزدی که فقط از فرار کردنش خوشم میاد. دیگه هیچ کاری واسه من نمونده ننه. آره ننه سخته. خدا بیامرزه باباتو. شیش دفعه رفت دزدی. هر شیش دفعه هم گرفتنش. حسابی خاطرخواش بودم. اما وقتی دفعه اول که رفت دزدی و گرفتنش یه دفعه تو خوردم و ازش بدم اومد. حلیمه خدا بیامرزدش. شیش دفعه رفت حبس و من شیش دفعه رفتم ملاقات شو. هر شیش دفعه واسه سیر شلواری بردم. خب منه ببینم وضعت در چه حاله. همه کارا داشت خوب جلو میرفت. دزدی داشت رو نقشه جلو میرفت. من خودم زدم به دیوونه بازی عباس خورازرم تو جریان گوشتم. خلاصه درست حسابی زدیم به خل بازی. تا وقتی که یه یارو که عینه خود من بود و میگفت نویسنده است اومد تو دیوانه خونه. ننه وقتی میگم عینه رو توش میمونی. چی گفتی؟ جون تو خلاصه چجوری واسط بگم یارو عینه خود من اومد تو دیوانه خونه. بیشینین تا بیاد بیرون و سنگام رو با هم وا بکنیم. بیشینین. ناخته. با هم بر آتیشو بده بینی؟ آره ننه. خلاصه همینجوری خوشخوشک ما رفتیم قاطی زندگی ما. حالا که تا اینجا اومدم آینه و سک پشیمون شدم. حالا ننه راستاسی دختره رو دوست داری؟ تو نمیدونی چه دختر صاف و ساده به خویه. این مهربونیش کشته منو. چجوری باست بگم؟ تو حالا کسی نبوده دستی سر گوش ما بکشه. تا یکی این کارو بکنه جدی تراز از دستمون در میره و خاطر خاش میشه. ای بابا ول کن رضا. دختر عیون سر به هواست. هر دفعه از یه چیزی خوشش میاد. خوب نمیشه. بینم ننه. تو سینما میری؟ استغفر الله. تو فیلم بریشو میکنی بس دیگه. تو چشمای من نگاه کنه بگو نمیری. ای بعضی وقتا اگه حوصله داشته باشم تو فلک دو تا سینما هست که یه سری میزنم. خب ننه حوصله‌ام سر میره. هیچ کس که تو این حیات نیست. یه پاکت تخم آفتاب گردون ور میدارم و اگه نون گوش کوبیده یم از زور مونده باشه قاضی میکنم و میرم فیلم فارسی و اگه گشنم شد
زیر چادر کار گوش کوبیده ها رو میکنم. تفریح دیگه ای که ندارم. همینه میخواستم. ده وقتی میگم دختر خوبه و دوستش دارم میگی نه و اونا همشون بدن. من همین فیلم هست که میری میبینی؟ گوش کن ننه. من میخوام برم پولا رو پس بدم. تو غلط میکنی. تو به دختره گفتی که من کی هستم؟ خب ننه تازه اگه بعدشم بیاد حق داره. ننه کم فکر این فیلم ها رو بکن که راسته. من که فهمیدم زندگی یه جور دیگه‌ش هم از که بهتر و راحت تره. دیگه چرا بگم اونو کشمونه میخوریم و عشق دنیا رو میکنیم؟ نه 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 اینا چاخانه. تو میری سر این فلکه از این فیلم ها میبینی؟ من خودم یه آن فیلم بر خارجی بودم. نه نه اونا قانه نیستن. اون قدیمان زیر این بازاچه قانه نبودن. بعد یه دور گردن کلفتی میذاشن کنار سر سفرهشون 20 آدم نون میخوردن. خب ننه من از این بیشتر خوشم میاد که سفرمون پر باشه و زیادی بیاد و فقرهای بازارچم بخورن. برای همینه که فقیر فقرا دمی امامزاده خیلی خیلی بیشتر گیرشون میاد تا بالا شهر. به قرآن ننه این دروغه که دختر عیون عاشق کارگری میشه و تازه کارگری واسش نازم میکنه به دختر فحش میده. اون وقت دختره میره تو قصرش و احیانا یه مهمونی هم دادن. همه پسرای دانشجو و دکتر مهندس فامیل ول میکنه میاد تو باغ و شروع میکنه واس کارگرا آواز خوندن که چرا به من محل نمیذاری از این کلکا و حرفا. نه 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 کاش من پول داشتم و یه دونه از اون خونه های خوب، نه از اون خونه های که آلا پلنگی ها همش هستنگ، از اون خونه قدیمی های تمیز که تاقش بلنده تو باغش درختاش به این کلفتی هم بسط میخریدم. نه نه آخره اون روی سیزده رو اونجا به در میکردی، نه تو بیابونای مسگر آباد. میخوام ننه بهش بگم من اون یارو فراخه نیستم، تو دنیا چیده قشنگتری هم هست. اینو آلندالان تو یه فیلم به دختره میگفت. آره بهش میگم و پولا رو میدم به دولت و خودم راحت میکنم. اینو بدون ننه این دختره بدون اون که بفهمه خیلی چیزا حالیم کرد. تحت تاثیر واقع شدم پسرم. خیلی خب خیلی خب، باز ما یه چیز گفتیم تو گریت گرفت پرو بلوز شلوار و نقاب و موتوری ما بیار، میخوام اینه ها اولم بشم بقیه رخترم بالا پشت بوم بنداز. دبت من دیگه حالا اگه تا صبحم بشینیم و نایمت تکلیف چیه؟ پاشیم بریم تو اینجا بهتر میتونیم یه همتی بکنیم. عقلت دست یه بچه نده مهد آقا. راست میگه بابا، بچه تو قنداقه. آره بابا پاشیم بریم توی دعوای حالیمون شه. یه بریزه به پاش حالیمون شه، اینجوری که چیزی گیرمون نمیاد. اگه به ننش جا پولا رو بگه اون وقت میشن ایکی دونه. پاشیم بریم تو، پاشیم. آخه هر کی میخواد دنبال من بیا. بعد ماستم انو با یه هندر روشنه جونه. یالا رو بگو مهد آقا. بینه من رفقای قدیمه دیدن نمی کنی؟ چی گفته یه مشه عوضی یه هری بریزن تو؟ پولا رو کشیدی بالا و یه آبم روش تو بمیری. داغش رو میبینی، هنو بالا نکشیدم برای برنامه آینده است، همش رو برمیگردونم به دولت. بچه جوری اینقدر تمیز شدی موتوری؟ تاجر شدم، تاجر خیارشور هاتوری. ما رو خیلی دست کم گرفتی آرزا. بگو آقا موشه. نه بابا مثل این که شما یادتون رفته باز جور من دست به سینه بایستین. زود بشیم و زنی به چاک حسره دعوا نهیرم. اگه واسه دعوا اومدین کور خونی تک به تک. تا زنم بعدن ملاقاتی داریم. ما هم به موقعش خدمت گذاریم، یعنی خدمت میرسی مرخصی. نکنه عجب سفارشی کردم، پیری اصلا این خیالش نیست. بره بینم بچه ها بیارین که اومدم سر وقتتون. سب کنم این موتور رو راستریسش بکنم به حساب همه تو. بری دیگه بیا پایینم نیم وجبی چه دکو بریم بالا. ها اومده کفش خودش منو گذاشیم بالا، خونم نم اونجاست. بیا پایین بینم خونم اونم اونجاست، منو دست انداخته نیم وجبی کفه دیگه. بیا اجازه نری رو ماشین مرمو دو سفر شنگه قرار نده باشی بینم. پسر من مسعود جی از یابیه باباش میترسه، ولی هم ماشین نمیده تا خوشش میاد.
دست مریضا با آفیری اینطوری ماشین مردم رو میپان بیان صبح چرا گشتی بچه بارن رو؟ به من که آخه من کار دارم برادر کار دارم حواسم به مشتریمه حالا اگه دلخوری بده کفشت واسد یا نیمتخ بزنم برو عقلت نیمتخ بزنم خب شو سفارش کردم اگه نمی کردم چی میشه؟ ریختم شبیه موتور سوارا نشده حالا بهت میگم این یعنی چی دلم نمیخواد هیچی بدونم فقط خوشحالم هیچ سوالی هم ازت نمیکنم علی بیا تو واسه تعریف کنم این چیه اینا رو تازه یاد گرفتم دیگه با این ماشین گنده دستپاگیر جایی نمیره این ماری گردشه میگم حالا بگو از من بیشتر خوشت میاد یا از این موتور که اینقدر تعریفشو میکنی؟ خوب نگاش کن انگار جون داره آدم حس میکنه وقتی نگاش میکنه تو نمیدونی وقتی آدم تنها میشه به چه چیزایی دل میبنده وقتی عباس خورازه نباشن وقتی بچه های زیر بازارچه نباشن این لاکردار عینهو بره میمونه هر وقت بهش گاز میدی میره نه سردیش میشه، نه گرمش میشه خلصه رو دروسی نیره، یعنی شرم و حیا حالیش نی همیشه یه جوره، وقتی خراب شه، بیرو دروسی از جاش تکون نمیخوره من عاشق صداشم، که وقتی روش میشینم ها دیگه هیچ صدای دیگه ای رو نمیشنوم انگار تو این دنیا نیستم باز سوارش بشی تا بفهمی من چی؟ آره خوبه Sure. Hang out.
با اجازه آقا میشه خانم با کمال ادب تقاضای یه دور صحبت شما بکنم؟ نه خواهش میکنم. یا مرافق راننده رضا بفرمین بزنیم به چاک. از شما هم خواهش میکنم قدری کبریت بازی بفرمین تا شامل لطف خانم بشین. میشه خواهش کنم تقاضای رقص منو قبول کنیم؟ عبدالله ولش کن. خانم فرمودن ولش کن. میترسیم منو بزن؟ آخه میدونی دوستم داره. منم دوست دارم. حالا با من برقص که یخت سفره دبار. آدم بی خودی این سگ و شغال به هم میپره. حالا خوبه همینجوری ساکت شدی یا همش خودتو میخوری؟ نه دکتر میای نه میذاری به زخم دست بزنم. اونا یه چیزی گفتن تو میخواستی کوتاه بیای. تو که لات نیستی، تو نویسنده‌ای، فهمیده‌ای. اگه قرار بشه هر کی یه چرند از دهنش در بیاد آدم بخواد جلوش وایسه که باید روز و شب با مردم سر دعوا داشته باشه. تازه مگه اون چی گفت؟ از من تقاضای رقص کرد. تو باید هم اونو به اون روز بندازی هم خودت اینجوری بشی. آدم وقتی با یه خانم میره یه جا میشینه باید فکر خیلی چیزا رو بکنه. باید کوتاه بیاد. خیلی چیزا رو باید ندیده گرفت. از این مزاحما زیاد هستن. اومدیم و یکی تو رو با این وضع میدید. اون وقت چی میشد؟ حالا میفهمم اون روزایی که با هم قدم میزدیم و تو میگفتی آدم باید بیشتر فکر کنه درست‌تر بود. من همیشه دوست داشتم تو شلوغ باشی. تو یکی حرف زد جلوش وایسی. اما حالا میفهمم فقط این حرفا. من امشب آبروم رفت. خیلی خوب. یواش یواش مثل اولت بشو. خواهش میکنم دیگه بسته. هیچ جور نمیتونم به چشمت نگاه کنم. بیا یه فکری بکن. دیگه مثل اولت نیستی. شدی مثل لاتای بیست سر و پا. بسته دیگه. نگاه کن به من میگن رضا. ما این اولم هم همیشه همین ریختی بودم. به من میگن رضا موتوری. میفهمی خانم جون؟ اون فرخان الان کت بسته تو دیوونه خونه جان منه. به من میگن رضا موتوری، رضا دوسته. من نمیتونم این ریختی مؤدب باشم. من یه جور دیگم. اگه میشستم پاک آبرون پیش خودم میرفت. به درک که آبروی تو رفت. من اگه یه رو دعوا نمی کردم اون رو شب نمیشد. قالی رو همچین تو اتاق نارخوری بعد مهمونی میزدم که برش داغ داغ روش بود. بعد گوشتم کنارو
شروع کردم این سینما و اون سینما فیلم بری کردم. اون موقع ده تا سینما یه فیلم میذاشتم. اما وقتی من باز دو مرتبه رفتم سراغ دزدی که سینما هر کدومشون تنهایی فیلم نشون میدادن. آره همه دیگه تنهایی. با بچه رفتیم یه کارخونه رو زدیم. کی باز پوله رو ببره زودتر هم مرکه جیم بشه؟ من رضا مرتریم میفهمی؟ من رفتم پوله رو خودم قایم کردم و به هیچ کدومشون هیچی نگفتم. دیدم اوضا پس خودم و زدم به دیوونه بازی رفتم قاطی دیوونه ها. اون فرد خانه ناچست شما آبروی ما رو پاک ریخت. عینه هم من بود. دیدم اون میتونه جامن باشه من بیام بیرون. میخواستم ننم و وردارم بیارم و از این شهرهای تازه ساز چم دنم یه دو چرخ سازی دکونی چیزی بالاخره یه کاری بکنم. دیگه تو اون بازار چه بچه های قدیمی هیچکی نی. همه پرت و پلا شدن یا رفتن حبس یا زمینگیر شدن. اره میدونی وقتی از دیوان خونه اومدم بیرون و ماشین شما رو دیدم، دیدم بهم به فرما میزنن. گفتم رضا اون کفتری که میگن رو هوا میرفستن و رو سر هر کسی بشینه حاکم میشه، حالا اومده دور سر تو داره بال بال میکنه. با تو آشنا شده. چه کیفی داشت. اول شوخی بود اما یه ها دیدم تنشت. اونی که کم داشته اومد سراغم. عاشق شدم. رضا عاشق شده. رضا موتوری عاشق شده. خب معلومه دیگه. اما حالا تو میشینی دستا در پشت حلقه میشه دور کمرم. واسه اینکه باد نخوری سرتو میچسبونی به پشتم. خب من ندید بدیدم دیگه. معلومه عاشق میشم. اما من نمیتونم. نه نمیتونم. من آره اول یکی که میرفتم همون خودم لنگ خودم میبستم. اما حالا افتادم تو حجل. ولی یکی دیگه دو من رفته دیونه خونه. ده نفر از رفقای کلکم خیال میکنن من رو دستشون زدم. بیچاره خودم آریهی اومدم بیرون و راستی راستی عاشق شدم. من حالا با تو اصلا احساس غریبگی نمی کنم. فردا صبح زود برو سراغ نامزد اصلی تو بیارش بیرون. ببین چی به سر اون بدبختی بیچاره اومده. چه میشه که زندگی همینه. عیب نه.
دیداری ننه؟ بیدار شو ننه. چیه ننه؟ اومدی؟ تو که باز کار دست خودت دادی؟ نصف شبی سوغاتی آوردی؟ بذار ببینم. بشین ننه، چیزی نشده. بی خودی ننه، من غریبم در نیاد. خوب میشه. خوب شدن که خوب میشه. باز خودت انداختی تو هچه؟ اون کاسه ها بده که خیزش ننه. آش و لاش شدی که. نه. بیخوابی زده به سرم. درد میکنه. دردو که میکنه. به دلم مراد شده که هر کاری کردم فردا کردم. اصلا مثل که کسی نیست به ما محل بذاره. باز که به ناله کردن افتادی. ببین. هی ننه، سب کن. نصیحت نکن که حالشونه. بیخودی عوض کردم فردا از برم پولا رو پس بدم. که دختره خوشش بیاد. نه. میخوام 70 سال سیاه کسی خوشش نیاد. برعکس میخوام همه بعدشون بیاد. این منم که میباز خوشم بیاد. یه شعر هست که میگه خریت نه چندان علف خوردن است. باقیشم یادم رفته. همه رفیقات بهت میخندن. نه، بذار لاغر ما یکی روسفید بشیم. اگه روسفیدی اینه، قربون روسیایی بابات برم. ای بابا، نور به قبرت بباره. چقدر دلش میخواست رئیس انجمن خانم مدرسه ما بشه. یادم نمیره. بهش قول دادن که سال دیگه حتما رئیس انجمن خانم مدرسه میشه. اما خدا بیامرزد. سال دیگه اصلا منو مدرسه را نداده. حالا چطور شده نصف شبی مجتهد شدی؟ نمیدونم. همینجوری بی خودی عوض شدم، یه جور کلکم کنده بشه. دیگه حوصله این علفی رو نگیرم. همش صدای این موتور تو گوشم. کلافه یه کلافه. راستی ننه، نمیخوای خونی بابایی رو یه جوری تعمیرش کنی بریم توش بشینی؟ از این اجاره نشینی خسته نشدی؟ نه، دیگه داره طاقش پایین میاد. هیچ اعتباری نداره. یهو دیدی نشستی، همه زندگیت زنده رفت زیر خاک. بالاخره فردا میری پولا رو پس میدی؟ آره. ناموس کنم، میاد که پنج بده بینیم. این طرف ها تشنه میارین آقا زر. جون شما گرفتاری ده، ناموس کنم. قربت برم. قربت تو. دست شما در نکنه. خسته نباش کنی چست خواهم. میخوام ناشته ایمو اینجا بخورم. نوچرت هم بفرم. چایی بیار. اسخر آقا. اون کیه؟ حسین جان جینی. حالا چکار میکنم؟ حبسه. اصغر آقا، اون یکی کیه؟ رضا عطار. دو شبانه روز میل میگیره. اینم حبسه. این کیه؟ اکبر خونچه ای. همه این بازرچه به فرمونش. حالا چکار میکنم؟ برای اینی شده. یکی رو میشنسه. آره، اینم از پهلوانه یه بنامه، احمد اجرمی. الان شوپره یه خونه یه عیونیه. یه نونه بخورا نمیری در میاره. تمام پولا؟ جلو سینما؟ بله، اینجا شهرواریه. الان
نمیفهمم تو چی میگی. سر و صدا زیاده. خب مسلمه بدون اگه تو گرفتاری نداشته باشی من راحت تر میتونم تصمیم بگیرم.
شورت. عباس، عباس خورازه بگیم رضا، رضا موتوری ما بذارینش پشت همین کامیون Thank you.
بفکر.